خداوند چگونه به وجود آمده است؟ پاسخ در دو محور مطرح می شود. این سوال درباره موجودات مطرح است که مخلوقند و خداوند آنها را آفریده است. اما درباره خداوند که آفریدگار و خالق همه موجودات است مطرح نیست. مثلا درباره انسان‌ها، درخت‌ها، دریاها، آسمان و زمین و سایر موجودات چون مخلوق هستند و روزی نبودند، بعد خلق شدند و خداوند آنها را خلق کرده است، می‌توان پرسید که آنها چگونه به وجود آمدند و چه عوامل و شرایطی در موجود شدن آنها نقش داشته است. اما درباره خداوند این سوال جا ندارد که کسی بپرسد خداوند چگونه به وجود آمده است، به دلیل اینکه آن سوال اصلاً مربوط به موجوداتی است که مخلوقند و خالق دارند و روزی نبودند، بعد خلق شدند. اما خداوند چون مخلوق کسی نیست و خالق ندارد و همیشه بوده و همواره وجود دارد، لذا سوال از چگونه به وجود آمدن او بی‌معناست. سلام، با یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدید. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. برای نزدیک شدن مطلب به ذهن و آسان شدن فهم و درک پاسخ، بدین مثال توجه شود. فرض کنید کسی در یک جای و محلی و اتاقی سربسته و بدون شیشه و وسایل روشن کننده به سر می برد. مدتی در تاریکی کامل زندگی می کنید و چشم او هیچ چیز را نمی بیند. بعد از مدتی بدون اینکه متوجه شود، مثلا در خواب باشد، کسی از راه ایجاد یک روزنه در آن اتاق و یا جاسازی وسیله ای روشن کننده نظیر برق و یا هر چیز دیگر، نور و روشنایی را در آن محل پدید می آورد، به گونه ای که او از وسایل نور دهنده و روشن کننده خبری ندارد. بعد از خواب بیدار می شود و می بیند که اتاق و محل زندگیشان روشن شده است. طبیعی است که این سوال پدید می آید که این اتاق و محل تاریک را چه کسی روشن کرده است و چگونه و چرا روشن شده است و سوال های از این قبیل. اما اگر کسی در فضای بیرونی و همواره در برابر نور آفتاب و روشنایی قرار داشته باشد و تاریکی شب را نبیند، نداند، اساساً برای او این سوال مطرح نمی شود که این روشنایی چگونه به وجود آمده است. و اگر به فرض مطرح شود، به اندک توجه می فهمد که روشنایی بر اثر تابش خورشید پدید آمده و خورشید هم روشنایی و نورش از خودش هست. اما اینکه خورشید چرا و چگونه روشنایی دارد اصلاً برای او مطرح نمی شود و اگر هم مطرح شود، با دقت بدین نتیجه می رسد که خورشید نحوه وجودش طوری است که نور دارد و روشن است و به دیگران نور و روشنایی می بخشد. این مثال نه تنها برای نزدیک شدن مطلب به ذهن است و هرگز بدین معنا نیست که وجود خداوند نیز چنین است. لذا با توجه بدین مثال میگوییم پرسش مزبور که مربوط به چگونگی به وجود آمدن خداوند است نظیر همین مثال است. یعنی اساساً این سوال درباره خداوند جا ندارد و مربوط به موجوداتی است که روزی نبودند، بعد خلق شدند و به وجود آمدند. اما خداوند چون همواره بوده است و هست، پس این سوال درباره او معنایی ندارد. و اگر هم به فرض مطرح شود، پاسخ آن است که خداوند اصلاً عین وجود و هستی است و چگونه به وجود آمد را بر نمیتابد، چون چگونگی پیدایش و سوال از آن مربوط به وجود مخلوقات است و خداوند مخلوق نیست بلکه خالق هم است و چیزی که مخلوق نباشد چگونگی پیدایش هم ندارد. ثانیاً، وجود ما انسان‌ها بلکه همه مخلوقات نسبت به خداوند ناقص و محدود است و گذشته از آن که اساساً خداوند چگونگی پیدایش ندارد، ما نمی‌توانیم از همه اسرار وجود خداوند سر در بیاوریم و تنها به همان اندازه که خداوند در کتاب‌های آسمانی مثل قرآن خود را معرفی کرده، می‌توانیم خدا را بشناسیم و با کمک گرفتن از عقل خود نسبت به خداوند معرفت پیدا کنیم. و خداوند در آیات قرآن کریم چنین می‌فرماید:
هو أول وآخر وظاهر وباطن وهو بكل شيء عليم، یعنی اوست اول و آخر، ظاهر و باطن و او به هر چیزی داناست. و یا در سوره مبارکه توحید در معرفی خود می‌فرماید: قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی بگو ای رسول، او خدای یکتاست، آن خدایی که از همه بی نیاز و همه عالم به او نیازمند است. نه کسی فرزند اوست و نه او فرزند کسی و هیچ کس مثل و همتای او نیست. ثانیاً، گذشته از اینکه خداوند چگونگی پیدایش ندارد و این سوال درباره او بی‌معناست، در قرآن و روایات فراوان آمده که انسان نباید درباره ذات و چگونگی خداوند فکر کند، چون اساساً چگونگی درباره خدا راه ندارد. در اینجا تنها به ذکر دو حدیث اکتفا می شود. الف، امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند به چگونگی توصیف نمی شود. چگونه می توان او را به چگونگی وصف کرد؟ با اینکه چگونگی را او آفریده تا چگونگی شده و به وسیله چگونگی که برای ما قرار داده چگونگی شناخته شد. ب، در حدیث دیگر نیز امام صادق علیه السلام فرمودند هر که درباره خدا فکر کند که او چگونه است هلاک می شود، یعنی به نتیجه نمی رسد و ممکن است سبب گمراهی، هلاکت فکری و اعتقادی او شود. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست میدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکست میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.